به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. احساس کردم خیلی بلند گفتم. یه بار دیگه بگم. سلام. به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. اسم من ساریناه. این آدرس اینستاگراممه. امروز اومدم با یه ویدیو جنجالی نسبت به این پستی که آپلود کرده بودم و کلی کامنت های مختلف گرفتم. اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر کامنت های مختلف تو حوزه‌های مختلف که این چیه، این چرت و پرته، وای اشکم در من، اصلا قاطی و پاتی. اومدم یه توضیحی راجع به این کتاب بهتون بدم، یه توضیحی راجع به نوشتنه بهتون بدم و کلا بگم که جریان ویدیو از چه قراره. اولا بگم که من تازه 2-3 روز وارد 24 سالگی شدم و هنوز هدفهای 24 سالگیمو ننوشتم و آره میخوام بنویسمشون. فکر میکنم یه سریشو دوست داشته باشم خصوصی نگه دارم، ولی بعضیشو حتما بهتون میگم. و چند تا از در واقع هدفهایی که نوشتم توی این 3-4 سال، از سال 98 من این کتابو دارم، براتون میخونم، به نظرم جالبه و بامزه میتونه باشه. اما قبلش دوستم یه توضیح بهتون بدم که اصلا من چرا این کار رو انجام میدم، هدفم چیه، باور دارم به این موضوع، فکر میکنم نوشتن مثلا تاثیر 100% داره و اینا یا چی. باید بهتون بگم که اصلا، یعنی من اصلا فکر نمی کنم که اوکی من بنویسم بشینم تا 4 سال دیگه پس من میام اینجا، اصلا اینطوری نیست. من اهداف بزرگ و کوچیکم رو توی این دفتر می نویسم. برای چی؟ برای اینکه جلوی چشمم باشه هر چند وقت یه بار نگاهشون کنم و بتونم به همون سمت و سو حرکت کنم. و یه روزایی که از خواب پا میشم میبینم گم شدم، هیچ هدفی ندارم، نمیدونم میخوام چیکار کنم، برمیگردم این کتابو میخونم، دفترچه‌مو میخونم و یادم میفته که اوکی چه برنامه‌هایی ریختی، پس چه قدمایی باید براش برداری. مثلا سر همین پاریس رفتن که از سال 98 توی سر منه، من براش خب بالاخره 4 سال تلاش کردم. اولین قدمم این بود که خب بگردم دنبال دانشگاه. خب موقع داشتم برای لیسانسم میخوندم، خیلی منطقی نبود که ول کنم، ولی بگردم برای فوق لیسانسم دانشگاه پیدا کنم. پس جستجو میکردم توی اینترنت، بگردم کلاس زبان فرانسه پیدا کنم که فرانسه بخونم، یا خب من چون خواستم رشته انگلیسی بخونم برم آیلتس بدم. قدمای کوچیک کوچیک، چون خیلی ها توی کامنت ها بر من نوشته بودن که آره این آرزوها مال آدمای پولدار فلان. من همیشه اینو گفتم، هیچ وقت منکرش نمیشم، مهاجرت یه مبلغ اولیه نیاز داره واقعا. یعنی من هر کسی که میگه هر کسی با هر مقدار پولی میتونه مهاجرت کنه رو شدیداً در واقع چی میگن من میکنم، اصلا قبول ندارم این حرفو. یعنی مهاجرت به نظر من یه بودجه اولیه میخواد، ولی همه چیز، همه قدمایی که تو نسبت به هدفت برمیداری مربوط به پول نیست، یه موقعهایی مربوط به اینه که خودت چجوری تلاش میکنی. من اصلا اولین کلاس در واقع اولین چیزایی که یاد گرفتم از زبان فرانسه رو با دوالینگو یاد گرفتم. خب کلاس زبان وقت نمی‌کردم برم یا کارهای دیگه داشتم و با دوالینگو زبان می‌خوندم، ولی خب در جهت اون هدفی بودم که دوست داشتم بهش برسم. یا حتی راجع به خود پاریس می‌خوندم، تاریخش رو می‌خوندم، همه این چیزا. این از این. یه علت دیگه ای که این کار رو انجام میدم، علاقه شخصی خودم به این تیک زدن است که خب وقتی آدم یه سری چیزا رو مینویسه و تیک میزنه، انگار مثل یه گیم یه مرحله بالا رفته و خب به من به شخص خیلی انگیزه میده و باعث میشه که مثلا خوشحالتر باشم، بتونم برنامه های بیشتری برای آیندم بریزم و اینا. اما من توی دفترچم در واقع خواسته های کوچیک و هدف های کوچیک هم مینویسم. چرا؟ چون خب این هدف های بزرگ، مثلا همین اومدن من به پاریس، یه 4-5 سال طول میکشه، یا خیلی هدف ها هستن که اصلا ممکنه هیچ وقت محقق نشن. یعنی من توقع ندارم هر هدف این تو می نویسم، حالا چه بزرگ چه کوچیک، برآورده بشه. اما این سری هدف کوچیک هستن که دست خودمه، یعنی برای برآورده کردنش در حال حاضر میتونم برنامه ریزی کنم. مثلا یکی از چیزای جالبه که براتون بخونم، مثلا تو سال 98 برای خودم نوشتم که کمک کردم و ویزیت خیریه ها.
خب این مثلا اون موقع دست خودم بود که این کارم کردم، کلی به خیریه مختلف کمک کردم، یا رفتیم خیریه رد یه سری از این در واقع درهای بطری دادیم و خیلی از این کارا انجام دادیم. یا مثلا یکی دیگهش که نوشتم رفتن به استخر، یعنی خواسته های خیلی خیلی کوچیک که تو لحظه احساس میکنم خیلی دوست دارم بهشون برسم. یه ذره دیگه مثلا بزرگتر میشه، مثلا شیراز با بچه ها با دوستام که اینو نرسیدم بهش، اصلا بغلش هم تیک نزدم. آره، و از اون برم مثلا میره به هدفهای خیلی بزرگتر، نمیدونم بازی کردن در یک تئاتر، بازی کردن در فیلم سینمایی که خدا رو شکر حالا همون سال به سینمایی نرسیدم، ولی توی یه تئاتر، دو تا تئاتر تو سال 98 بازی کردم که خیلی هم خوشحالم بابتشون. یا مثلا یه سری چیزاش یه ذره کلی تره، مثلا داشتن درآمد بیشتر. تو سال 98 نوشتم که میخوام درآمد بیشتری داشته باشم. دیگه دوست داشتم کمپینگ برم که اتفاقا همون سال با بچه ها رفتیم کویر و اولین بارم بود که کمپینگ اینطوری رو تجربه میکردم و خیلی خیلی دوست داشتم. بیام این بر سال فکر میکنم 1400 هم یه چند تاشو بخونم، باید جالب باشه اونم. و خب از اون برم بعد چند سال که بهش برمیگردیم خوندنش خیلی خیلی کیف داره، یعنی اونایی که تیک خورده یا حتی یه سریش هست که یادتون میره میای میبینی اینو تیک زدیم ولی یادتون نبوده که مثلا یه همچین هدفی توی ذهنتون داشتیم. آخه دوباره تو 401 هم دلم میخواسته برم شیراز، نتونستم برم. دلم خواسته گیریم یاد بگیرم که یاد گرفتم، در واقع دوتا مدرک براش گرفتم. اینجا از اینجا دیگه یادگیری حرفه‌ای فرانسه رو دارم. دیگه سفرهای مختلف. آها یه چیز جالب دیگه هم که بهتون بگم اینه که مثلا من یه سری خواسته ها داشتم، مثلا دوست داشتم سفر کنم به دبی، ولی خب تابستون سفر کردم بودم دانمارک، یعنی اتفاقی افتاد که دعوت شدیم به فستیوال تئاتر رو رفتیم دانمارک. یعنی بعضی از خواسته هام تو یه چیزی میخوای ولی یه جور دیگه ای برات میشه و خب من اونا رو هم حتی باز مینویسم، مثلا بغل روی دبی خط میزنم، بالاش میزنم دانمارک، بعد تیک میزنم. یعنی بالاخره اون عمل سفری که میخواستم انجام شده، حالا شاید اون شهری که میخواستم نبوده ولی عمل سفر و اون سفری که دلم میخواسته انجام شده. خلاصه دیگه همین دیگه. این ویدیو فکر نکنم خیلی بلند بشه، چون فقط دوست داشتم که بهتون بگم که اگر آرزویی دارین، هدفی دارین و دارین براش تلاش میکنین، امیدوارم که بهش برسین. من متاسفانه نمیتونم نسبت به همه چی 100% خوشبین باشم، انقدر توی دنیای زندگی میکنم که پر از جنگ و ناراحتیه، نمیتونم بگم که هر کسی که برای آرزواش تلاش میکنه 100% به اون آرزویی که میخواد میرسه، ولی واقعا آرزو میکنم که هر کسی که یه هدف بزرگی داره، یه آرزویی داره که دوست داره بهش برسه، بهش برسه. چون من این چند روز انقدر کامنت های جالبی گرفتم که همه گفتم وای اشکمونو در آوردی، وای کاش ما هم برسیم به این هدفمونو، چقدر خوبه که تو رسیدی و دعا کن ما هم برسیم. یعنی انقدر کامنت خوب گرفتم راجع به این موضوع که واقعا دلم میخواد که هر کسی که یه همچین هدف و آرزویی داره بهش برسه. و از طرف دیگه هم دوست دارم به کسایی که فکر میکنن نوشتن معجزه میکنه بگم که اشتباه میکنین. نوشتن صرفا یک راه برای تخلیه ذهن به نظر من، چون ذهن ما همیشه خیلی آشفته است و نوشتن باعث میشه که اون رو دستبندی کنیم. همین، صرفا نوشتن باعث نمیشه که ما بنویسیم بشینیم یه گوشه دیوار رو نگاه کنیم 4 سال بعد بتونیم مهاجرت کنیم یا اتفاقای جالب و خوب برامون بیفته. نه اصلا، من اصلا به این موضوع اعتقاد ندارم و هدفم هم از ساختن این ریلز این نبود که بگم بنویسید تا براتون اتفاق بیفته. در واقع من فقط یه روز دفترم رو باز کردم و دیدم این اتفاق افتاده و من الان 6 ماه دارم اینجا زندگی میکنم و اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم که 4 سال پیش همچین چیزی رو این دفتر نوشته بودم به امید اینکه حالا یا برآورده میشه یا نمیشه. دیگه خلاصه همین، دوستشم این موضوع رو باهاتون در میون بذارم و یه توضیح بدم راجع به همین دفترچه. اگه دوست داشتین چیزای بیشتر ازش بخونم برام کامنت بذارین، بعضیشو میتونم بازم بخونم، مثلا به نظر خودم جالبه.
و اینکه اگر دوست دارین که شما هم یه همچین دفترهایی داشته باشین و بنویسین و اینا، خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که آرزوهای بزرگ و کوچیکتون رو با هم دیگه میکس بنویسین. یعنی اگه دو تا آرزوی خیلی بزرگ بنویسین، مثلا نمیدونم سفر به کره ماه، پایینش مثلا بنویسین رفتن به یه رستورانی که نزدیک خونتونه یا یه رستورانی که دوست داشتین امتحان کنین و توی شهرتونه و اونا رو انجام بدین. آدم وقتی به خواسته های کوچیکش توی زمان کوتاه میرسه، خیلی ناخودآگاه اصلا یه انرژی خوبی میگیره و خیلی علاقه‌مند میشه به اینکه در واقع به اون آرزوهای بزرگه بیشتر فکر کنه و بیشتر براشون تلاش کنه. خواسته که امیدوارم تو هر مسیری که هستین بیشترین تلاش رو براش بکنین و ناامید نشین و خسته نشین و بدونین که بعضی خواسته ها واقعا 3-4-10 سال بعضاً طول میکشه تا برآورده بشه، ولی ناامید نشین و ادامه بدین. همین، بوس بهتون، خدافظ.